برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیته مقدماتی سندیکای پزشکان سودان روز چهارشنبه 15 آذر اعلام کرد درگیری های مسلحانه بین ارتش و نیروهای واکنش سریع منجر به کشته شدن 37 پزشک شده است. بر اساس بیانیه کمیته مذکور، دلیل مستقیم کشته شدن این پزشکان اصابت گلوله مستقیم و بمباران کورکورانه منازل و مراکز درمانی بوده است. درگیری میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان که از 8 ماه قبل آغاز شد تا کنون باعث کشته و زخمی شدن هزاران تن و آوارگی بیش از 1 میلیون نفر شده است. منابع محلی در استان سرپل در شمال افغانستان میگویند انفجار بمب دستی به جا مانده از سالهای گذشته در این استان جان یک کودک را گرفته و 2 کودک دیگر را زخمی کرده است. به گفته منابع این رویداد روز چهارشنبه 15 آذر در شهرستان سانچارک رخ داده است. انفجار مین‌های به جا مانده از سالهای قبل همواره جان شهروندان افغانستان به ویژه کودکان را گرفته است. حدود 3 ماه پیش هم در نتیجه انفجار بمب دستی در یکی از مکاتب شهرستان سانچارک 5 کودک کشته و زخمی شدند. پژوهشگران آمریکایی ترکیبات عالی فرار VOCS مانند سیلوکسان ها را که در طول روال های مختلف آرایش مو در خانه ساطع می شوند مورد مطالعه قرار دادند. مراقبت از مو نه تنها می تواند به استنشاق VOCS در خانه کمک کند، بلکه تجزیه و تحلیل آنها نشان می دهد که می تواند کیفیت هوای بیرون را نیز از طریق سیستم های تهویه تحت تاثیر قرار دهند. در همین راستا نصرت یونگ پژوهشگر دانشگاه پردو می گوید ما نتایج را بسیار نگران کننده دیدیم. ما انتظار نداشتیم که در طول روال معمول مراقبت از مو که بسیاری از افراد هر روز انجام می دهند چون این انتشار قابل توجهی را از ترکیبات شیمیایی فرار ببینیم. دانشگاه اوپ لیورپول در بریتانیا یک گروه تحقیقاتی میان رشته‌ای جدید را برای بررسی چالش‌های پیش روی مسلمانان بریتانیایی در قرن 21 راه اندازی کرده است. اهداف اصلی آن توسعه و به اشتراک گذاری ایده‌های جدید تحقیق در این زمینه گفته شده است. این گروه همچنین با سایر گروه‌ها و مراکز تحقیقاتی همکاری خواهد کرد و فعالانه به دنبال همکاری با سازمان‌های محلی و ملی جامعه مسلمانان در پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و مشارکت تبادل دانش است.